دکتر ملک ستیز پوجوشگر ارشد رابط جهانی اینجا حضور دارند آقای دکتر خیلی زیاد خوش آمدین خوش ظاهرا در دو شبکه داخل ما نقل قول هایی از وزارت دفاع افغانستان داشتیم دو نکته را نشان می یعنی هم از زمین و هم از هوا در واقع برای ادامه جنگ در برابر شورشیان نیاز به آمریکا است. و ظاهرا به نظر می رسد ماندنی هستند واقعا فکر می کنید که نیاز بیشتر به حضور در از مدت آمریکا و وجود دارد سلام بر شما و بر بینندگان محترم تلویزیون ببینین اگر ما یک نظر گذرای بیاندازیم بر مناسبات افغانستان و ایالات متحده امریکا با ویژه روی کرد استراتیجیک ایالات متحده امریکا بر افغانستان نیاز داره که کمی تحلیل بکنیم وضعیت تا به این پرسش بسیار با احمد شما جواب بتیم ببینید استراتژی ایالات متحده آمریکا از سه قانون ساخته شده قانون نخست استراتژی ایالات متحده آمریکا که در واقع هدف استراتژیک این کشور را در داخل و در سطح بین المللی نشان می پس منظر استراتژیک ایالات متحده آمریکا است که به زبان استراتژیک به او میگن ویژن یا دورنمای استراتژیک ایالات متحده آمریکا است برای رسیدن به این ویژن یا پس منظر استراتژیک شما نیاز دارین که یک ماموریت که بتوانه امین ویژن را در واقع به واقعیت تبدیل بکنه راه اندازی بکنین که در زبان استراتژیک به این میگن میشن استراتژیک میشن یا ماموریت استراتژیک این ماموریت استراتژیک در واقع نهادها ساختارها و مکانیزم هایی است که این ویژن را تمثیل می کنند مؤلفه سوم در واقع پیامدهای های استراتیجیک است یا استراتیجیک outcomes. است. این پیامدهای های استراتیجیک در واقع دست آورد است که استراتیجی ها در سطح بین المللی او را مطرح میکنند و بر جهان پیشکش میکنند که در نتیجه چنین دورنمای داشتن چنین معموریت ما چنین دست ها و پیامدهایی را اراغ کردیم روابط افغانستان با ایالات متحده امریکا در دو سطح تنظیم شده سطح نخست سطح مو ویژن است یا یا در واقع افغانستان خوشبختانه در پس منظر دورنمای استراتژیک ایالات متحده امریکا شامل شده و این یک پیامد بسیار خوبه برای مناسبات استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده امریکا هست یعنی امریکا دورنمای هدفمند خود را در منطقه در وجود همکاری استراتژیک با افغانستان میبینه و این یک حرف بسیار خوبی است در سطح مشن یا معموریت ایالات متحده امریکا هم علاقمند است که همچون یک معموریت استراتژیک در افغانستان حمایت بکنه که او عبارت از دولت افغانستان است این دولت باید از لحاظ منابع اقتصادی تقویت شود از لحاظ منابع نظامی تقویت شود از لحاظ منابع در واقع خدمات عامه تقویت شود تا بتوانه یک میشن استراتژیک بر همین ویژن کلان یا دورنمای کلان استراتژیک ایالات متحده آمریکا شود دشواری که ما داریم در مناسبات استراتژیک با ایالات متحده آمریکا در سطح پیامت هاست در سطح آوتکام هاست ما مشکلی را که داریم با ایالات متحده امریکا در این است که در این رابطه استراتژیک دست آوردهایی را که ایالات متحده امریکا بتوانه این پیمان استراتژیک خود را تقویت ببخشه از سوی ما سوی جامعه افغانستان در واقع درست تمثیل نمیشه و این سبب میشه که هم بر معمولیت استراتژیک تاثیر بگذاره و هم سر پس منظر استراتژیک ایالات متحده امریکا تاثیر بگذاره همه کمک های یالات متحده امریکا بخصوص کمک های بسیار کلان یالات متحده امریکا که ارقامش بیشتر از یک میلیارد دلار هست توسط سنای امریکا زمان تصویب میشه که همین پیمان استراتژیک یا همین همکاری استراتژیک را یالات متحده امریکا با دولتی که همچه قرارداد را امضا میکنه یا حمایت را جلب میشه به او تمثیل بکنم مهم. در این زمینه ما دشواری داریم که هم دشواری امنیتی داریم هم دشواری اقتصادی داریم هم دشواری ضعف یک نظام سیاسی داریم هم دشواری مشروعیت سیاسی داریم اینها همه در سطح پیامدها بر ما مشکل خلق کرده مهم. از این رو ما افغان ها باید در امین مسائل باید کمی خود را تغییر بدیم تا بتوانیم به همچون یک یک یک, یک به اصطلاح استراتژیک با ایالات متحده آمریکا شامل شوید آقای ستیز اگر شما اشاره کردن که هم از دید دورنمای و ویژن و هم ماموریت میشن و بس کمش یا خروجی یا پیامدش که مشکل داره در واقع او هم از طرف ما اما برخی های هم هستند که میگن نه آمریکایی ها نه دورنمای هدفمند در منطقه را با امروحی با ما میبینند و نه هم بحث ماموریت یا مشنشان در واقع به یک شکلی است که بتونند از حکومت افغانستان در دراز مدت حمایت بکنن تا یک حکومت به پای خود استاد شود بحث ضعفای درونی سر جایش این یک نکته نکته دومی که میشه همسان با اشاره بکنی است که گذشته چگونگی رابطه و حضور در از مدت آمریکایی ها به ویژه بحث حمایت نظامی و حضور نظامیشان چه تجربه را در کشورهای مختلف داشتن تا جایی که من شنیدم اگر اشتباه نکنم آمریکایی ها در بیش از 100 کشور پایگاه های خورده بزرگ دارن حالا ممکن در حد سطح سرباز هم خب هر دو سوال نیاز به توضیحات زیاد داره چون سوالات بسیار مهم و کلانی هستند در گام نخست خب ما موافق هستم که خب یکی شما استراتژی دارین یکی هم در واقع تاکتیک دارین که تاکتیک جزء است، استراتژی است یعنی شما اگر به با مباحث اکدمیک یا علمی استراتژی مراجعه بکنین از آوان شکلگیری نخستین لایه های استراتژیک که برمیگرده به تقریبا 1200 سال پیش از امروز تاکتیک به عنوان یک پیش شرط بسیار مهم رسیدن به امو ویژن مطرح است تاکتیک در سطح ماموریت ها شکل می گیره. یعنی ماموریت ها با تاکتیک های متفاوت نقش خود را برای رسیدن به یک هدف یا ویژن معین همیشه در تغییر قرار میده من در سطح استراتژیک با این سوال شما موافق نیستم خاطر ازی که ایالات متحده امریکا حضور خود را در خاور میانه و آسیای میانه و نظر به آخرین تحقیقاتی که دکتروین سیاست روابط بین المللی آمریکا مطرح کردن در منافع خود در منطقه افغانستان که قرار داره می بینند اما در سطح معمولیت در سطح تکتیک ها من با شما موافق هستم ایالات متحده امریکا در بعض موارد با نقد شما مهم نواستم که منطقه را در حالت بحران قابل مدیریت حفظ کرده و این بحران قابل مدیریت یک برنامه استراتژیک است که به گونه یه تکتیک از طرف استراتیجیت های ایالات متحده امریکا سازماندهی میشه و اگر ما چنین تصور بکنیم که همین بحران در واقع قابل مدیریت بتوانه امون پس منظر استراتیجی که امریکا را که تعمیم هجمونی پرقدرت امریکا در منطقه اسره تعمیم بکنه در اون صورت میتوانه این متغیرها همیشه در حالت زیگزاگ قرار بگیره و در بعضی حالات همخوانی نداشته باشه با استراتژی اما ما به باور هستم که استراتژیست های آمریکا در منطقه در افغانستان خود را تعریف کردند امه. مشکلی که ما بیشتر در سطح آوتکام ها مطرح کردم در این است که در یک مدت ما امین منافع استراتژیک ایالات متحده آمریکا را درست درک نکردیم در مقابلش ایستادگی کردیم پیمان را امضا نکردیم خب ما در کالت پارادوکسال قرار گرفتیم ما پیمان همکاری های استراتژیک را امضا کردیم اما در واقع یک قرارداد امنیتی را که بی است او را امضا نکردیم و یا یکی از قراردادهای بسیار مهم دیگه که به نام سوفا نام داره که قرارداد یا تعریف نیروهای ناتو در افغانستان است او رو هم امضا نکردیم و بعد در یک مدت خلاب وجود آمد بعد وقتی او را امضا کردیم یک مدت دیر شد سر ذهنیت عامه و استراتیجیت های امریکا تاثیر گذاشت اینها مرا واداشت داشت که چنین تحلیل را بکنم که ما در سطح ها و اوتکم ها در واقع دوچار نخیص هستیم بسیار خوب اگرچه باید فرصت بیشتر برای چگونگی استفاده بهینه کشورهای دیگه که حضور آمریکایی هست می داشتیم بله. میشه اشاره کوتاهی با او هم داشته باشن. اما در کنار از او اگر از دو نگاه بخوایم به مسئله چگونگی حضور درازمدت ها و اون حضور عدفمند استراتژیکش در منطقه نگاه بکنیم مثلا این سوال حالا شما خوبتر میتونن جواب بدن چون هم در این گوشه از دنیا درس خواند نوزدی کردن که روسیه باشه و کشورهای آسیای مرکزی باشه بلدیت دارن و هم در او گوشه دنیا که غرب باشه و دنمارک باشه و کشورهای مختلفی که با یک نحو امسان با استراتژی یا از دید تاکتیکی با آمریکا یا امسان حرکت میکنن بلد هستن, درس خوندن و زندگی کردن و در افغانستان هم بودن و هستن با این حساب از او زاویه هم اگه نگاه بکنیم حداقل روس ها هیچگاه اج... پنهان نمی که آمریکایی ها حتی دید استراتژیکشان همسان امخان هم با ثبات منطقه و و حرکت همسان با افغانستان نیست و اینو واضح هم میگن و صراحت هم میگن و از طرف دیگه فضای شک و تردید در درون افغانستان به شکل است مثلا شما دیروز حتی اعضای مجلس سنا را گپایش که اگر آمریکا یا بخواین این وضعیت امو بحران قابل کنترل لا در واقع میتونن مهار بکنن آن. و این دید استراتژیک اون اگر ثبات افغانستان و حرکت با افغانستان باشه میتونه تضمین بیابن چی فکر میکنن ما خب در دو گوشه میشه این بحث مطرح کرد گوشه این خوست این است که خب در جنگ مهمترین عنصر تعیین کننده منابع قدرت است و منابع قدرت از دو چیز ساخته شده یکی تخصص استراتژیک و یکی هم منابع لوجستیک این دو به اسلام منابع مهم قدرت همیال به دست کیست ایالات متحده امریکا بنان ما با صراحت می در دریج بگویم که مدیریت جنگ در افغانستان در منطقه و حداقل در امین ماورای که ما زندگی میکنیم به دست ایالات متحده آمریکا هست شما اگر در دوازده بانک بسیار مهمه که منابع نظامی جهان را تمویل میکنه درست نه بانک توسط ایالات متحده آمریکا اداره میشه این به چی معناست معنای دی است که جنگ بدون پول و حمایت اقتصادی معنا نداره اتفاق نمیفته اصلا و جنگ امروز یک جنگ اقتصادی است که پشتوانه بسیار کلان حیولاهای اقتصادی آمریکا را با خود داره به خاطر که همو ویژن همو پس منظر ایالات متحده آمریکا را باید تمثیل بکنه خب آخرین مقاله را که شما در مورد دکترین ایالات متحده آمریکا از یک استراتیجی های مشهور آمریکایی بخانین به این نتیجه میرسین که خب دورنمای هدفمند ایالات متحده آمریکا فعلا آسیای میانه قفقاز و ماورای امین منطقه است چون این مناطق دارای منابع گسترده نفت و گاز هستند از یک سو و سوی دیگر جیوپلیتیک غرب را در اینجا میتوانند اینا تغییر بدن یک نکته اینجا میگن که این دورنما را در دورنمای استراتژیک را در واقع منافع خود را امریکایی ها در قالب نامنی مناطق جستجو میکنند خب امه. دقیقا که ما ایره کاملا تایید نمیکنم اما دهوجی پذیر است به خاطر ازی که شما تصور بکنین که سرزمین که دولتی که بیشتر از یک تریلیون دلار مصارف تأمینات لوجستیکی خود را در جهان تعمیل میکنه نتواند در برابر گروه های کوچک خرد تروریستی مثل طالبان و جیش المسلمین و این آن در واقع بزانو در این این ذهنیت ای, ای, ای قبول نمیکنه اما از دید تاکتیکی مهم. ما به با این باور استم که ما در یک جنگ بحرانی قابل مدیریت قرار داریم و این جنگ توسط منابع تمویل میشه که گسترده ترین و پرقدرت ترین منابع اقتصادی جهان به دستشان است بسیار خوب آقای ستیز در کنار از او زمانی که از چگونگی اینمی جنگ در واقع قابل مدیریت یا بحران قابل مدیریت که شما اشاره میکنین که میگن بعد از آمریکا یا هست در واقع بسیاری ها من از هر زاویه به این مسئله نگاه میکنن و میگن که ما با توجه به نبود مدیر استراتژیک و استفاده بهینه از فرصت ها قربانی بودیم قربانی هستم و همچنان به عنوان قربانی باقی خواهد ماند مثلا اشاره میکنن در بحث چگونگی تقابل منافع روسا و آمریکایی ها در درون افغانستان مسئله ایرانی ها مسئله چینی ها و در آخرین مورد شما وقتی که میاین چگونگی رابطه و سفر مولا منصور با ایران و چگونگی رابطش با چینی ها و روس ها را زمانی که مطرح میکنن میگن که این بازی بسیار پیچیده شده و ما قربانی بازی پیچیده هستیم آفرین به شما با این سوال بسیار دقیقتان من به این که کاملا ما قربانی دو جنگ بسیار بزرگ شدیم جنگ نخست جنگ ایدئولوژی ها بود این سراغاز بدبختی و قربانی افغان ها بود جنگ سرد ما بدزودی و با آسانی شدیم با قربانیان یا تبدیل شدیم به قربانیان دو ایدئولوژی کلان لیبرالیزم و سوسیلیزم که اینها خود را در مون استراتیجی هایی که پیشتر ما توضیح کردم خود را تمثیل کردن و ما به میدان جنگ تبدیل شدیم و زود قربانی شدیم حال ما در یک جنگ پس از جنگ قربانی میشیم و این ما همیشه مطرح میکنم که ما اگر در تئوری رابط بین الملل چندین تیئوری ها را ما در نظر بگیریم بهترین تئوری بر ما تئوری کانستراکتیویسم است یعنی ما قدرت سازندگی با این سرچی های بزرگ داشته باشیم که بتوانیم خود را تمثیل بکنیم بتوانیم لجوج نباشیم در برابر جامعه بین المللی مم. چون ما کشور غریب و فقیر هستیم. ما ما تجربه که از دیگه کشورهای دارم به من میگه که کشورهای فقیر هر قدر که سرچی های بین المللی را زود جذب کردن همانقدر قدر رو به شگوفایی مگذارند و استراتژی ایالات متحده آمریکا وقتی که یک دولت را به عنوان پارتنر استراتژیک خود به رسمیت می این برش خیلی گران تمام میشه از لحاظ اقتصادی خیلی گران تمام میشه چون شما اگر می اسناد که افغانستان او را امضا کرده هم هم پیمان همکاری های استراتژیک سال 2012 و هم آخرین پیمان امنیتی و را که با ناتو امضا کرده شما اگر مطالعه دقیق بکنین و یک تفسیر حقوقی بریزی بتین به سراحت شما میبینین که ایالات متحده امریکا در برابر حکومت افغانستان به عنوان نهاد حمایت کننده نظامی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی تضمینات گذاشته مادی دوم همین پیمان امنیتی با سراحت میگه که در صورت بحران در افغانستان بحران سیاسی در صورت بحران اجتماعی در صورت بحران نظامی دولت دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان پارتنر با دولت افغانستان برای مهارسازی همکاری های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی میکنه ببینید این خود از البته ما کسانی که همچو پیمانی را از سوی افغانستان یا سوی ایالات متحده آمریکا ترک کردند ما بسیار اونا را در واقع تشویق میکنم چرا با. که یک کار بسیار مهمی را انجام دادن امه. اما این پیمان و این قراردادها در افغانستان مثل همیشه بگونه بسیار اکستریمیزم تفسیر شد از او یک تفسیر بسیار نادرست ایراد کردن بعضی ها تصور کردن که این پیمان در واقع اجازنامی پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان است بعضی ها تصور کردن که اجازنامی تسخیر است بعضی ها تصور کردن که اما تجارب ما چیز دیگر میگه تجارب ما میگه که کشورهای فقیر با داشتن همچون پیمانهای استراتژیک میتونن زمینه را برای شکوفایی اقتصاد ملی و گسترش اقتصاد بین ملی خود که تهداب شکوفایی در دولتهای فقیر میگذاره فراهم می خب جنبندی و بخش آخر گپتون که برمیگرده به خود ما، از ما آغاز هم شما تاکیدتون بیشتر به این بود که جانب ما بوده که به گونه درستش نتونیسم حداقل فکر خدا و حرکت خود امسان با آمریکایی که بیشتر منابع را کنترل میکنه امسان بسازیم. سوالی است. بسیاری ها میگن که درست از یک دید شما اگر محاسبه میکنید چگونگی راه رفتن ما با یک قدرت بزرگ را یک نکته مثبت است. اما اگر ما در واقع نفهمیم که به چه شکل حرکت بکنیم با یک قدرت بزرگ ای به ضرر ما است و این جنگ بی پایان را رقب میزنه نکته دومی که خیلی فشرده میشه اشاره بکنن آیا امی ظرفیت وجود داره امی دید شکل گرفته که ما چطور میتونیم با مو باس دورنمای هدفمند منطقه ای آمریکا جای خود ما را پیدا بکنیم بدون از اینکه ما فکر بکنیم که کدام کشور با کدام کشور مشکل داره در قسمت بحث نخستتان خب شما تحلیل بسیار درست ارائه کردین من موافق استم فقط همین قدر میگم م. که با چنین وضعیتی که ما نتوانیم درک بکنیم و ها رو بفهمیم ما در بحران قرار میگیریم و قربانی میشیم و بدبختانه ما در بعض حالات در می مسیر روان هستیم که باید تزیر جلوگیری بکنیم درست؟ در قسمت دوم خب اگر ارزیابی بکنیم ما که ما باید در سطح دوم استراتژیک او عبارت از مشن استمو ماموریت ما باید تغییر کنیم ما باید واقعا به با یک ماموریت استراتژیک تبدیل شویم که هم ذهنیت عامه آمریکایی هم رسانه های آمریکایی که خیلی تاثیرگذار استن هم اتاق فکری یالات متحده آمریکا و هم سیاسیون آمریکایی ها معتقد شوند که با ما پارتنر هستن در غیر او ما هم از دید اقتصادی که اجتماعی که شما گفتین ما ضرر میبینیم و ما میگم قربانی میشیم و هم از دید سیاسی و استراتژیک هم ما لنگ خواهیم رفت و وقتی که لنگ بریم حتما یک جایی میفتیم مشکل در اینجا هست که حتی میگن که نهادهای امنیتی ما وضعیتش به او شکل است که تانوز سرپرست دارش میکنه خیلی زیاد خوش آمدن دکتر ملک سپاسگزار از زورتان سلامت باشیم